به نام خداوند بخشنده مهربان. توجه قرآن کریم به زمان و بیان آن در مورد روزها و سالها. ستایش مخصوص ذات خدای است که پروردگار جهانیان است. همان خدایی که در قرآن کریم خود چنین می‌فرماید: یقلب الله اللیل و النهار ان فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. خداوند شب و روز را دگرگون می سازد، در این عبرتی از برای صاحبان بصیرت. گواهی می دهم بر این که جز الله واحد و لا شریک هیچ معبود دیگری وجود ندارد، و گواهی می دهم بر این که سرور و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بنده و فرستاده خداوند است. درود سلام و برکات الهی بر او و بر همه آل و اصحاب و یاران راستین او تا به روز جزا. تدبر کننده در قرآن کریم در میابد که به زمان احتمام زیاده داده شده است که حاکی از اهمیت آن و لزوم و بهرگیری از آن با عمل نیکو و سودمند است، چنانچه که الله متعال در قرآن کریم به اوقات مختلف قسم یاد نموده است. الله متعال وقت صبح قسم یاد نموده است و یکی از سوره ها را با این وقت مسمى نموده است که الله متعال می فرماید: والفجر و لیال عشر و شفع و الوتر. با سپیده دم سوگن و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد. و الله تعالی قسم به زمان یاد نموده است که در آن زمان آفتاب می براید و سوره را این نام مسمى نموده است که می فرماید: و الضحى و اللیل اذا سجى ما ودعک ربک و ما قلا. قسم به روز در آن هنگامی که آفتاب براید و همه جا را فرا گیرد، و سوگن به شب در آن هنگامی که آرام گیرد که خداوند هرگز تو را و مورد خشم قرار نداده است. و همچنان الله متعال به عصر قسم یاد نموده است و سوره را به این نام مسمى نموده است که می فرماید: والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بعصر سوگن که انسان ها همه در زیانن مگر کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادن و یک دیگر را به حق سفارش کرده و یک دیگر را به شکیبایی و استقامت توصیه نمودن. و همچنان الله سبحانه و تعالی به صبح و شب و روز قسم یاد نموده است، چنانچه که می فرماید: و صبح اذا اسفر. و به صبح هنگامی که چهره بگشاید. و همچنان می فرماید: و اللیل اذا یغشا و النهار اذا تجلا. قسم به شب در آن هنگامی که جهان را بپوشان، و قسم به روز هنگامی که تجلی کند. حق سبحانه و تعالی گذشت زمان و روز و سال را نشانه از قدرت خود قرار داده که نشان از کمال علم و قدرت خداوند است، چنانچه که می فرماید: و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصره مبصره لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. ما شب روز را دو نشانه توحید و عظمت خود قرار دادیم، سپس نشانه شب را محو کرده و نشانه روز را روشنی بخش ساختیم تا در پرتو آن فضل پروردگارتان را بطلبید و به تلاش زندگی برخیزید و عدد سالها و حساب را بدانید و هر چیزی را به طور مشخص و آشکار بیان کردیم. جهان بر اساس یک سیستم منظم و شگفت انگیز پیش می رود که عقب نمی ماند و بر هم نمی خورد، چنانچه که می فرماید: و شمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. و القمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وخورشيد نيز براي أنها آياتي اسكي پيوسته بسوي قرار
در حرکت است. این تقدیر خداوند قادر و داناست و برای ما منزلگاهی قرار دادیم و هنگامی که این منازل را طی کرد سرانجام به صورت شاخه کهنه قوس شکل و زرد رنگ خرما در می آید. نه خورشید را سزا است که به مه رسد و نه شب بر روز پیشی می گیرد و هر کدام در مسیر خود شناورند. و همچنان بر دیگر الله سبحانه و تعالی می فرماید: قل ارایتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله یاتیکم بضیاء افلا تسمعون. قل ارایتم ان جعل الله علیکم النهار سرمدا الى یوم القیامه من اله غیر الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. بگو به من خبر دهید، اگر خداوند شب را تا قیامت بر شما جاودان ساز، آیا معبود جز خدا می تواند روشنایی برای شما بیاورد؟ آیا نمیشنوید؟ به من خبر دهید، اگر خداوند روز را تا قیامت بر شما جاودان کند، کدام معبود غیری از خدا است که شب برای شما بیاورد تا در آن آرامش یابید؟ آیا نمی بینید تو از رحمت اوست که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهرهگیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را بجا آورید؟ و همچنان بار دیگر می فرماید: یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم الله ربکم له الملک والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر. او شب را در روز داخل می کند و روز را در شب و خورشید و ماه را مسخر شما کرده، هر یک تا سرآمد معینی به حرکت خود ادامه می دهد. این از خداوند پروردگار شما. حاکمیت در سراسر عالم از آن است و کسانی را که جز او می خوانیم و می پرستید حتی با اندازه پوست نازک هسته خرما مالک نیستند. ارزش زمان و اهمیت تصرف در آن به تایید قرآن مجید به پیوند دادن انجام عبادات به اوقات مقرر شده آن بیشتر می شود، چنانچه که الله سبحانه و تعالی می فرماید: این الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. زیرا نماز وظیفه ثابت و معین برای مؤمنان است. و بار دیگر می فرماید: اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهودا. نماز را از زوال خورشید هنگام ظهر تا نهایت تاریکی شب نیمه شب برپا دارد و همچنین قرآن فجر نماز صبح را، چرا که قرآن فجر مشهود فرشتگان شب و روز است. و همچنان الله سبحانه و تعالی در مورد رمضان می فرماید: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. روزه در چند روز معدود ماه رمضان است، ماهی که قرآن کریم برای رهنمایی مردم و نشانهای هدایت و فرق میان حق و باطل در آن نازل شده است. پس آن کس از شما که در ماه رمضان در حضر باشد روزه بدارید. و همچنان در مورد زکات می فرماید: و آتوا حقه یوم حصاده. و حق آن را به هنگام درو بپردازید. الله متعال در مورد حج خانه کعبه شریفه می فرماید: الحج و اشهر معلومات. حج در ماهای معینی است، چنانچه که قرآن کریم نیز در مورد روزها و سالهای گذشته ما را رهنمایی میکند و عواقب امتهای گذشته را در نظر بگیریم، چنانچه که میفرماید: فهل ينتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم. آیا آنها چیزی جز همانند و روزهای پیشینیان و بلاها و مجازات هایشان را انتظار میکشند؟ و همچنان میفرماید: و تلک الایام نداولها بین الناس. و ما این روزهای پیروزی و شکست را در میان مردم میگردانیم و این خاصیت زندگی دنیا است. و بار دیگر میفرماید: و ذکرهم بایام الله ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. و ایام الله را به آنان یاد آور، در این نشانهای است برای هر صبر کننده شکر گذار. و همچنان از عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت است، میفرماید، یعنی وقایع خداوند در امتهای گذشته، طبری رحمه الله میفرماید: آنان را به آنچه در روزهای گذشته برایشان پیشی گرفته و در ایام خداوند جل جلاله فضل و آزمایش بود پندی.
ستش مخصوصات خدا است که پروردگار جهانیان است. گواهی میدهم بر این که نیست معبودی بر حق جز الله وحد دوارا شریک و گواهی میدهم که سردار و پیامبر ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بنده و فرستاده خداوند است. همان طور که قرآن کریم از روزهای دنیا سخن میزند، همچنان ما را به یاد روزهای آخرت می اندازد. بیایید بهترین کار را برای آن انجام دهیم و به درستی برای آن آماده شویم. تقدیر به سوی خداوند متعال است و بازگشت همه به سوی او است. خداوند جل جلاله می فرماید: یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آن چه به شما روزی داده ایم انفاق کنید، پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه خرید و فروش است، تا بتوانید سعادت و نجات از کفر برای خود خریداری کنید، و نه دوستی و رفاقت های مادی سودی دارد و نه شفاعت، زیرا شما شایسته شفاعت نخواهید بود و کافران خود ستمگرند، هم به خودشان نخواهید بود و هم به خودشان ستم می کند و هم به دیگران. و بر دیگر می فرماید: تعرج الملائکه و روح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. فرشتگان و روح فرشته مقرب خداوند به سوی او عروج می کند در آن روزی که مقدارش 50,000 سال است. و بار دیگر می فرماید: و این یوم عند ربک کالف سنه مما تعدون. و یک روز نزد پروردگارت همانند 1,000 سال از سالهایی است که شما می شمارید. و همچنان می فرماید: یوم تمور السماء مورا و تسیر الجبال سیرا. این عذاب الهی در آن روزی است که آسمان به شدت به حرکت در می آید و کوها از جا کنده و متحرک می شوند. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا و یحذرکم الله نفسه و الله رؤوف بالعباد. روزی که هر کس آنچه را از کار نیک انجام داده حاضر می‌بیند و آرزو می‌کند میان او و آنچه از اعمال بد انجام داده فاصله زمان زیادی باشد. خداوند شما را از نافرمانی خودش برحذر می‌دارد و در عین حال خدا نسبت به همه بندگان مهربان است. پس بر ما لازم است که باید بدانیم قدر زمان را و گذشت روزها و سالها را در نظر بگیریم و برای دین و دنیای من و برای خود و کشور من تلاش کنیم که این تذکر برای جدیت و همت و تسخیر جانب ها در آنچه به نفع کشورها، کشور و بندگان است، موعظه و نصیحت است. و او همان کسی است که شب و روز را جانشین یک دیگر قرار دارد. برای کسی که بخواهد متذکر شود یا شکرگزاری کند و آنچه را در روز کوتاهی کرده در شب انجام دهد و بعکس. پیامبر گرامی ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله می فرماید: پای بنده در روز قیامت تکان نمی خورد تا اینکه از او در مورد 4 چیز سوال شود: عمرش و اینکه در چه سفری کرده است، درباره جوانیش، آن را کجا گذارنده است، و در مورد پولش که از کجا به دست آورده و چگونه خرج کرده است، و در مورد علمش که چی کرده است. خداوند مصر را در پناه خود داشته باش و مردمش را در تمام جهان سربلند داشته باش. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.